من چون دیروز توی کلاس حضور نداشتم، میخواستم بپرسم این فایل ثبت شده رو چطور میتونیم دریافت بکنیم؟ بله، بسیار عالی. نکته که باید خدمتتون بگم، اولا که ویدیوها رو من تماما توی یوتیوب قرار خواهم داد، به ترتیبم قرار خواهم داد که عزیزانی که نبودن بتونن جلسه به جلسه ببینن. سه جلسهش برگزار شده، 6 جلسهش باقی مونده، میتونید اونجا ببینید. تمام این فایل ها، پاورپوینت ها، کارگاه ها و اینا رو هم روز آخر من توی گروه خواهم گذاشت، همه دوستان بتونن دانلود بکنن. نگران از این بابت نباشید. خیلی ممنونم، متشکرم. پاینده باشید. خیلی ممنون. من لینک یوتیوب رو توی گروه گذاشته بودم دیروز. عزیزان اگه علاقمند باشند و بپیوندند به صفحه یوتیوب من، خیلی خیلی ممنون خواهم شد. باعث خوشحالی من هستش و واقعیت اینه که باعث دلگرمی منم خواهد شد عزیزانی که بپیوندند به لینک یوتیوب. من یه بار دیگه تلاش میکنم همینجا هم قرار بدم تا عزیزانی که یا حالا دیروز ندیدند یا فراموش کردن یا اصلا نبودن دیروز، بتونن در واقع لطف بکنن. بذار یه لحظه من اینو کپی کنم. من هم توی گروه تلگرامی مجددا قرار دادم و هم اینجا توی چت باکس میذارم که عزیزان ببینند و اگه بپیوندن که خیلی خوشحال خواهم شد. مطمئنم ویدیوهایی میتونید پیدا بکنید که با علایق شما سازگار باشه. این قول رو خواهم داد که بیشتر فعالیت کنم و مطالب بیشتر توی یوتیوب تولید بکنم. به حال یوتیوب یه پلتفرمیه که از نظر آپلود کردن ویدیو اینا خیلی راحت تر هست نسبت به پلتفرم‌های دیگه، به این خاطر اونجا رو ترجیح میدم برای اینکه ویدیوها گذاشته بشه. خیلی راحت میتونید اونجا ویدیوها رو ببینید. البته خب طبیعتا مثل خیلی از فضاهای دیگه از داخل ایران فیلتر شکن نیازه، ولی خب بالاخره راه رسیدن به خدا به قول رضا مارمولک زیاده، بالاخره راهش میشه پیدا کرد. خب سلام و صبح بخیر دوباره عرض میکنم خدمت یکایی که عزیزانم، خیلی خیلی خوش آمدید به روز دوم دوره الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر پایه استاندارد ایزو 50001 ویرایش سال 2018. دوستانی که دیروز بودند، در خدمتشون بودم، من در جریان هستند که ما دیروز چه چیزایی رو گفتیم. عزیزانی هم که نبودن، من یک بار مرور خواهم کرد. همطور که گفتم آروم آروم شروع میکنم به آپلود کردن 3 جلسه گذشته برای اینکه بتونن دسترسی داشته باشن به محتویاتی که دیروز در واقع بهشون پرداختیم که بتونن ببینن. امروز در واقع جلسه 4، 5 و 6 رو خواهیم داشت در مورد سیستم مدیریت انرژی که احتمال خیلی زیاد الزامات رو امروز تموم خواهیم کرد. البته کارگاه هایی هم خواهیم داشت که خدمت شما خواهیم بود و توی گروه تلگرامی قرار خواهم داد. همونطور که دیروز گفتم، اگر عزیزان در واقع با لپتاپ یا با کامپیوتر وصل شده باشند به در واقع این دوره و تلگرام داشته باشند روی سیستمشون، کارگاه ها رو که به صورت فایل ورد میفرستم خیلی راحت میتونن دانلود بکنن و تو همون جام انجام بدن و میتونن دوباره بارگذاری بکنن تو گروه و اینجور راحت تر خواهد بود. خب میدونیم تلگرام، نه تنها تلگرام، بسیاری از پلتفرم‌های سر صاحب داره بین‌المللی تو ایران متأسفانه فیلتر شدن و چاره نیست جز پس شدن با فیلتر شکن و خب طبیعتا درد سر این چنین داره. تا جایی که تونستید این کار رو انجام بدید بهتره، اگه نشدم بالاخره فکر دیگه ای تلاش میکنیم که بکنیم. مثل دیروز که بعضی از دوستان کارگاهی که داشتن رو توی چت باکس مینوشتن، میدونم یه ذره سخته براشون، ولی خب چاره ای نداریم برای اینکه بتونیم اثر بخشی دوره آموزشی رو با برگزاری کارگاه ها بالاتر ببریم.
ناچاریم که این کارگاه رو به اشتراک بذاریم، در موردش بحث بکنیم و صحبت بکنیم. من یه مرور بکنم که دیروز در مورد چی صحبت کردیم. این فایل پاورپوینتی که در اختیار شما قرار داده خواهد شد در پایان روز رو هم در واقع به نمایش میذارم من اینجا که همه دوستان احتمالاً میبینن. یه یادآوری بکنم، در طی دوره اگه صدا قطع شد، صدای من یا هر مشکلی دیدید، نیاز نیست که تایپ بکنید که مثلا صدا قطع شد این چیزا، عدد 0 رو تو چت باکس تایپ بکنید، من متوجه خواهم شد. عدد 1 هم یعنی مشکلی وجود نداره، اوکی هستش، و با این بازخوردی که به من میدید من خیالم راحت خواهد شد که مشکلی از جانب من یا از جانب شما وجود نداره. خب بریم جلو در مورد آنچه که دیروز در واقع طی کردیم. بعد از در واقع معرفی که دوستان داشتن و جزئیات مربوط به دوره رو یه مرور کلی داشتیم، در مورد انواع استانداردها صحبت کردیم، استانداردهای فنی و استانداردهای مدیریتی. در استانداردهای فنی در مورد محصولات یا خدمات هستن، در مورد اسپسیفیکیشن یا مشخصهای مرتبط با محصول صحبت میکنن، دسته اول استانداردها. گروه دوم یا دسته دوم استانداردهای مدیریتی هستن با هدف بهبود عملکرد مدیریت یا بهبود تصمیم گیری های مدیریت. مثال های ازش مثل استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001 و مثل همین استاندارد ISO 5001 سیستم مدیریت انرژی که قابلیت اعتماد در تصمیم گیری ها رو قراره برای ما افزایش بدن در عالم مدیریت و کسب و کار. ریشه در واقع استانداردهای مدیریتی رو یه بررسی خیلی کلی کردیم، گفتیم که تجربیات سازمان‌های موفق و سازمان‌های ناموفق هستن و اینا تبدیل شده به یک سری استانداردهایی که دیگران یعنی شرکت‌ها و سازمان‌های دیگه که علاقمند هستن یاد بگیرن از تجربیات دیگران، در قالب استاندارد در اومده و در اختیار عزیزان قرار می‌گیره. البته خب می‌دونیم که استانداردها باید پولش هم پرداخت بشه و طبق اصل بقای استاندارد در ایران که استاندارد نه به وجود میآید نه از بین میرود، بلکه از فلشی به فلش دیگر منتقل میشود، ما در ایران زیاد پول نمیدیم بابت این قضیه، یعنی اصلا تو مرام ما نیست. بالاخره از کانال های تلگرامی و از فلش دوستان دریافت میکنیم، ولی خب به هر حال توی کشور دیگه خب جریمه سنگینی داره و سنگ باید خیلی مراقب بود تو این جور جاها. گفتیم یه سری سازمان ها یا بگم برخی از صنایع در ایران ملزم شدن به رعایت شاخص های مصرف انرژی که بعضی از اینا رو مرور کردیم. حتی دیروز در مورد صنعت سیمان و یه صنعت دیگه هم بود که صحبت کردیم، استانداردش رو باز کردیم، آهک بود، بله این دوتا رو باز کردیم، نمودار جریان انرژی رو صحبت کردیم، ضرورت سیستم مدیریت انرژی و پروتکل کیوتو و گازهای گلخانه‌ای، تا اینکه رسیدیم به تعریف انرژی. مثال‌هایی از انواع انرژی خانواده ISO 50000 رو مرور کردیم و گفتیم که ما در این دوره سه روزه دنبال این ISO 50001 هستیم. ISO 50000 استانداردهای هم خانواده زیادی داره که بعضی از اونها نه در تخصص منه نه خیلی به تنهایی میتونم به اونها بپردازم، ولی بحث امروز ما و در واقع دیروز امروز و فردای ما در مورد ISO 50001 الزامات سیستم مدیریت انرژی هست. گفتیم کمیته فنی 242 رو منتشر کرده، سیر در واقع تکامل و تکامل تدریجی استانداردها تا امروز که ویرایش دوم ISO 50001 ویرایش سال 2018 در اختیار ماست، یه مرور خیلی کلی داشتیم روش. گفتیم ساختار ده بندی داره، های لول استراکچر، باز کردم برای شما XSL رو و یه مروری کردیم روش. گفتیم ساختار، واژگان، جمله بندی ها مشابه شدن در استانداردهای مختلف، من جمله در استاندارد ISO 50001. گفتیم استانداردهای مدیریتی همگی باید از های لول استراکچر یا HLS پیروی بکنن. یه استثناء وجود داره در این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم و اون استاندارد ISO 13485 هستش که سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی هستش که فعلا همون ساختار قبلی خودش حفظ کرد سال 2016 و احتمالا تو ویرایش جدیدی که ازش بیرون خواهد اومد شاید خودش رو تطبیق بده.
بعد دیگه وارد خود ایزو 50001 شدیم و از مقدماتش اینا که بگذاریم، چرخه پی دی سی ای رو نمیدونم بنده 1 و 2 و 3 که گفتیم تو شل یا باید پیدا نمیشه، معرفی استاندارده برای اینکه ما دید کلی به دست بیاریم که استاندارد حرف حسابش چیه، در مورد چه موضوعاتی صحبت میکنه، واژگان محل اختلاف نظر رو تو بند 3 توضیح میده و غیره. و گفتیم از بند 4 تا بند 10 ما با الزامات سر و کار داریم. کلید پیدا کردن الزامات در هر استاندارد مدیریتی یا در هر منیجمنت سیستمی کلمه انگلیسی shall هستش، یعنی باید ها که دیروز درباش توضیح دادم. در مورد بافتار سازمان یا context of the organization صحبت کردیم، عوامل درونی بیرونی، ذینفعان، دامنه کاربرد. سعی کردیم با هم یه کارگاهی هم انجام بدیم، من سعی کردم به صورت بقول انگلیسی on the spot در لحظه چیزایی رو بنویسم در این مورد که عزیزان بتونن متوجه بشن منظورمون چیه وقتی میگیم عوامل درونی عوامل بیرونی. در ادامه بند رهبری رو صحبت کردیم، وظیفه مدیران ارشد و کسانی که رهبری سازمان رو به عهده دارن، مسئولیت هاشون، در مورد خط مرز صحبت کردیم، در مورد میشه گفت یه نگاهی انداختیم به objectives و تارگت. البته موضوعش مال این بند نیست، ولی اینجا چون گفتیم خط مرز باید با اهداف مرتبط باشه اینجا یه اشاره‌ای کردیم بهش. و در واقع مسئولیت ها و اختیارات و چارت سازمانی و مسائلی از این است. وارد بند تعریزی شدیم، دو تا زیربند تعریزی رو که اقدامات برای نشان دهی ریسک ها و فرصت ها بود و اهداف، نقاط هدف و تعریزی و دستیابی رو مرور داشتیم. یک کارگاه هم برگزار کردیم برای اهداف، برخی از دوستان اهدافی که خودشون نوشتن زحمت کشیدن برای ما فرستادن و بررسی کردیم. حالا میشه گفت اگه نقدی چیزی هم داشتیم در موردش گفتیم و این شد کل کاری که ما دیروز انجام دادیم خدمت عزیزان. من هم زمان که دارم با شما صحبت میکنم، عزیزانی که آروم آروم به ما میپیوندن هم تایید میکنم ورودشون رو به گروه، ولی الان میخوام دیگه یواش یواش بریم سر وقت الزاماتی که باقی مونده از بند 6 استاندارد که گفتیم در استاندارد ISO 50001 بند خیلی مهمیه، چرا که 6 تا زیربند داره. معمولا استانداردهای مدیریتی که از HLS پیروی میکنن دو تا زیربند داره، معمولا البته استثناءاتی هم هست، ولی دو تا رو که گفتیم حتما باید داشته باشن، چون در متن انکسس یا همون ساختار HLS الزامی است که بند 6.1 و بند 6.2 رو باید داشته باشن که همون ریسک ها، فرصت ها و اهداف هستش. خب اگه سوالی از دیروز باقی مونده، نیاز به توضیحات من هستش، بفرمایید که من به سوالات شما پاسخ بدم، و اگرم نیست که بریم برای ادامه صحبت های امروز و بند 6 رو هم به پایان برسونیم، گرچه در ادامه باید بندهای بعدی رو هم در واقع به سرانجام برسونیم. جناب توکلی، من در خدمت شما هستم. سلام، روزتون بخیر. ممنونم، صبح بخیر، روز بخیر، ببخشید، روزتون بخیر. در باب بند 4 این خواستم سوال بکنم، دیروز میکروفون هم مشکل داشت. من خواستم ببینم که آیا انرژی هایی که ما در نظر میگیریم فقط انرژی های ورودی به سازمان هستش، یا مبدل هایی که سازمان هم هستش و تولید تبدیل انرژی میکنه، اونها رو هم ما به عنوان چیز در نظر میگیریم تو بند 4؟ اینو میخواستم ببینم به چه صورت هستش. نگاه کنید، از اونجا که در بسیاری از تبدیلات انرژی چند تا اتفاق خیلی مهم میفته، دو تاشو من که جدی تره رو خدمتون میگم، نتیجه این میشه که باید به تبدیلات انرژی در درون سازمان هم توجه بکنیم، صرفا این نیست که ورودی ها بیاد. اون دو تا دلیل چیه؟ دلیل اول اینه چون هیچ تبدیل انرژی افیشینسی یا راندمان 100% نداره. شما وقتی مثلا همون مثالی که دیروز زدیم، برقی وارد سازمان میشه، شما اینو در واقع تبدیل به هوای فشرده میکنید،
اگه آجول انرژی برق بیاد، من معادل جولش دارم میگم، اینا رو یکی بگیریم، قطعا به اندازه آجول شما انرژی در واقع هوای فشرده، یعنی هوای فشرده‌ای تولید نمی کنید به اندازه آجول انرژی داشته باشه. حتما ما تلفات انرژی خواهیم داشتیم وسط، و اینجا راندمان دستگاه های شما و بگم راندمان سیستم شما بسیار اهمیت داره. روی این حساب حتما این تبدیلات انرژی در سازمان خیلی اهمیت بیشتری داره اتفاقا نسبت به دریافت، چون اون تبدیلات هستش که برای ما میزان کارا بودن و پربازده بودن فرایند تبدیل انرژی رو تضمین میکنه. نکته اول. نکته دوم این که اگر شما ورودی شما سوخت فسیلی باشه، مثل گاز طبیعی، مثل مازوت، مثل گازوئیل یا هر چیز دیگه ای، بنزین، اتفاقی که میفته تولید گاز گلخانه‌ای خواهید داشت، همون GHG که دیروز صحبتش بود، گرین هاوس گاسز. گفتم تو مقدمه استاندارد ISO 50000 که به این میپردازه، یعنی میشه گفت بند صفر، و اشاره میکنه که گازهای گلخانه‌ای هم نقش بسیار مهمی دارن. همونطور که میدونید گازهای مثل CO2 یا دی اکسید کربن گاز آلاینده نیستن. مونوکسید کربن چرا؟ دی اکسید کربن خیر، مثلا توی در واقع چه درختان، اون کارخانه غذاسازی که توی علوم دبستان میخوندیم نقش بازی میکنه، و اتفاقا وجودش تا یه حدی خیلی ضروری هم هست برای حیات، اما از یه حدی که میره بالاتر دیگه خطرناک میشه. ولی مونوکسید کربن اینطور نیست، مونوکسید کربن کلا خطرناکه. به این خاطر تولید CO2 عمدتا ناشی از در واقع تبدیلات انرژی هستش، و شما باید گازهای گلخانه‌ای خودتون که CO2 یه نمونش هست هم تحت کنترل قرار بدید. به این خاطر اون تبدیلات انرژی در درون سازمان هم اهمیت خودشون رو دارن، و اتفاقا شاید بشه گفت مهمتر هستن. دوستان دیگه بله پس اونا هم باید تو اون لیستمون وارد بکنیم، تمام مبدل های انرژی رو که جز انش برد. حالا میرسیم جلوتر، من در باش صحبت میکنم، به خصوص اون جریان انرژی کشور رو که من برای شما دیروز قرار داده بودم توی اسلاید ها شبیه چنین چیزی رو اگه بتونید برای درون سازمانتون ترسیم بکنید، شاید دید بهتری بده از تبدیلات انرژی در درون سازمان. خب بسیار عالی، بریم سر وقت ادامه مطالب. دیروز از اهداف که داشتم صحبت میکردم این تیکر رو فراموش کردم، این اسلاید رو فراموش کردم بهش اشاره بکنم، که ما باید برنامه داشته باشیم، برنامه هایی برای دستیابی به اهداف که فعالیت ها یا بقول انگلیسی ها تاسک، حالا توی تلفظ آمریکاییش میشه تاسک ولی اینا میگن تاسک، فعالیت های مربوط به کارهایی که باید انجام بدیم برای دستیابی به این هدف باید مشخص بشه. این که چه منابعی نیاز داریم، منابع شامل دستگاه، تجهیزات، ماشین‌آلات، منابع انسانی، منابع مالی و غیره برای پروژمون برای دستیابی به اهداف باید مشخص بشه. مسئولیتش، حالا یا مسئول اون پروژه یا کسانی که در اون پروژه نقش داره و درگیر هستن، مهلت زمانی هم که دیروز اشاره کردیم که زمان بندی شده باشه، سمارت که داشتم توضیح میدادم اون تی آخرش بحث زمانش هستش، و اینکه در نهایت وقتی پروژه به پایان رسید، پروژه دستیابی به اهداف یا هدف خاص، چجوری چک میکنیم که آیا به اون هدف رسیدیم یا خیر، روش های اندازه‌گیری ما چجوریه. گفتم بعضی موقع روش های اندازه‌گیری ما مستقیمه، شما میرید کنترل رو میخونید، میبینید که برق اینقدر مصرف داشتید الان رسیده به هدف. یه وقتای نیاز به محاسباته، مثل مثلا میزان CO2 که مثلا توی یه کارخونه سیمان داره رها میشه، شاید به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نباشه، ولی بر اساس میزان در واقع ورودی مواد و محصول کلینکر که تولید کرده کارخونه سیمان میشه محاسبه کرد، که چون یه رابطه شیمیاییه، کاملا یه واکنش شیمیایی، میشه محاسبه کرد که به ازای انقدر تن تولید کلینکر انقدر تن مثلا ما CO2 تولید کردیم و رها کردیم در هوا. خب بند 6.3 در مورد بازنگری انرژی هستش یا انرژی ریویو.
یکی از بندهای فنی، یعنی خیلی با موضوعات فنی درگیر هستش. میشه گفت سه تا بخش اصلی داره، حالا اگه این چی میگن دسته بندی تو ذهن من بتونه در واقع روشن باشه، بتونم شفاف توضیح بدم. بخش اولش اینه که در وضعیت گذشته اوضاع احوال ما چجوری بودش. من دو سه تا تعریف مهم رو اینجا بگم، بعد بیام جزئیات رو خدمتون ارائه بدم. نگاه کنید، ما یه مصرف انرژی داریم، میشه energy consumption، و یه دونه کاربرد یا گاهی کاربری انرژی هم ترجمهش میکنن. بذارید من این دوتا رو اینجا بنویسم که دوتا کلمه خیلی مهمن و تا پایان دوره باهاشون ما درگیر خواهیم بود. انرژی کانزامپشن که میشه مصرف انرژی، و انرژی یوز که من ترجمهش کردم کاربرد انرژی، و از جا هم دیدم که کاربری انرژی در واقع ترجمهش میکنم. حالا چی هن اینا؟ این انرژی کانزامپشن خیلی راحته. کنترل برقاتو بخون ببین چقدر برق مصرف کردی، کنترل گاز رو بخون چقدر گاز مصرف کردی، چقدر بنزین، چقدر گازوئیل زدی، مثلا حالا برای خود رو آتون اگه خود رو زدی. یعنی میشه گفت تقریبا انرژی کانزامپشن یه عدده، تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت که معمولا با کنتور اندازه گیری میشه، و گفتم بعضی مواقع شاید نیاز به محاسبات فرمولی داشته باشه، گاهی وقت اینطوری. اما انرژی یوز چیه؟ انرژی یوز میگه این انرژی که مصرف کردی رو به چه کاری مصرف کردی. مثلا بذار فارسی بنویسم، مثلا فرض کنم برای حمل و نقل استفاده کردم، مثلا برای روشنایی استفاده کردم، مثلا برای فرایند استفاده کردم، فرایند تولید مثلا استفاده کردم، مثلا برای سرمایش یا گرمایش استفاده کردم، و دیگه چی؟ لحظه این درستش کنم، مثلا برای ونتیلیشن یا تهویه مطبوع تهویه استفاده کردم، یا چیز دیگه، حمل و نقل، روشنایی، فرایند یا فراورش، حالا هر چیزی که ترجمهش میکنید، پروسس رو، سرمایش، گرمایش و غیره، مثال هایی از انرژی یوز هستن. یعنی به چه مصرفی رسوندیم، به چه استفادهی رسوندیمش. مصرف اون مقدار است، یوز اون استفاده ای که ازش کردیم. امیدوارم روشن باشه برای شما دوستان. اگه ابهامی دارید همینجا به من بفرمایید، من اینو روشن بکنم یه ذره که مشکلی وجود نداشته باشه. اگه با یک به من بگید متوجه شدید، و با صفرم یعنی نیاز به توضیح بیشتری دارید. جناب آقای علا نکته دارن، من در خدمت شما هستم. جواب علا صدای من رو دارید؟ شاید اشتباهی دستشون بردم بالا، مشکل نیست، ایراده. خب حالا چرا تاکید کردم رو این؟ به خاطر اینکه یک اصطلاح بسیار مهم میداریم به اسم SEU که نباید اشتباه گرفته بشه. من تو سالهایی تو ایران اودیت میکردم میدیدم که این اشتباه وجود داره، که مثال خواهم زد برای شما که اون اشتباه کجا بود، که با بقول همونطور که ما روح برجام داشتیم که نقض شده بود، یه روح استاندارد داریم که گاهی قد نقض میشه، که حالا مثال میزنم روشن میشه خورد. پس تو بخش اول ما نیاز اول یه تحلیلی داشته باشیم از اینکه گذشته ما چقدر انرژی مصرف کردیم، به چه کاربردی رسوندیم، چقدر حمل و نقل، چقدر روشنایی، چقدر فلان، انواع انرژی که استفاده کردیم، گازوئیل، برق، چه میدونم گاز طبیعی، و حتی اون تبدیلاتش، تبدیل کردیم به هوای فشرده، به بخار آب، نمیدونم، و هر چیز دیگه، و همینطور مصرف حالمون چقدر هستش. حالا نکته دوم، پس این نکته اوله، یعنی بک‌گراند ما چجوریه توی کاربرد انرژی. یه کارگاه داریم سر همین موضوع که همین امروز انجام میدیم، و اینو یه خورده روشن‌تر خواهد کرد.
نکته دوم میگه حالا بیا SEU ها رو شناسایی کن. SEU همونطور که دیروز هم یه اشاره کردم خدمت شما عزیزان که خیلی هم باش سرکار خواهیم داشت، دیروز فکر کنم جناب حشمتی اگه اشتباه نکنم هم اشاره کردن به SEU ها بداشت، یعنی بنویسم SEU رو که SEU میشه significant energy use. نگاه کنید این یوزش خیلی مهمه، نمیگه significant energy مثلا consumption، توضیح میدم در موردش، میگه کدوم کاربرد در سازمان شما برجسته تره، هایلایت تره، بارز تره. حالا significant رو بارز ترجمه میکنیم معمولا تو ایران. مثلا فرض کنید در یک کارخونه سیمان ما از در واقع مصرف روشنایی داریم، بر سرمایش داریم، بر گرمایش داریم، بر کار اداری داریم، اما اصل قضیه توی فرایند داره اتفاق میفته، اصل مصرف انرژی، و حتی در فرایند هم اینو میتونیم انقدر ریسک کنیم، به خصوص برای انرژی در واقع برای سوخت میتونیم بگیم اصلا تو کلساینر داره این اتفاق میفته. همطور که گفتم طبق چیزی که من میدونم 65% مصرف سوخت یا همون گاز طبیعی تو اونجا داره اتفاق میفته. پس چیزی که برای من SEU میشه در یک کارخانه سیمان فرایند هستش. اشتباه رو براتون توضیح بدم که کجا اشتباه میشه و اینو یه میساندرستندینگ یا برداشت نادرست اتفاق میفته. من خیلی وقتا میدیدم که مثلا میری توی کارخونه ای میگن خط یک ما سیگنیفیکنته، مثلا فرض کن 3 تا خط دارن، هر 3 تا هم توی اسکوپه، ولی میگن خط یک ما مثلا چون قدیمی سیگنیفیکنته یا SEU. این غلط ها، خط یک شما درسته به طور ضمنی دارید اشاره میکنید که منظور مصرف انرژی برای پروسس هستش، برای تولیده، اما تو خط یک شما روشنایی هم دارید استفاده میکنید، احتمالاً گرمایش هم دارید، احتمالاً تهویه هم دارید و هر چیز دیگه هم ممکنه باشه. آنچه که مهمه اینه که نوع استفاده، نوع کاربرد رو هم باید مشخص بکنید. در واقع پروسسینگ توی خط یک ممکنه در واقع جزء سیگنیفیکنت ها باشه. حتی گاهی قادی یه ذره دقیق تر اگه بگیم، اگر من 3 تا خط دارم و 3 تا خط توی اسکوپ من هستند، ممکنه پروسسینگ توی 3 تا خط در واقع محاسبه شده باشه و به عنوان سیگنیفیکنت در بیاد، ولی تو بین این سیگنیفیکنت ها SEU ها خط یک هنوز هایلایت تر و در واقع برجسته تر باشه. اینجوری ایراد نداره، اما شما وقتی میگی خط یک یعنی کلی انرژی، کلی کاربرد، انرژی یوزهای مختلف، کدومشون مد نظرتونه؟ این نکته ایه که من خیلی خیلی در واقع تاکید دارم. تو اودیتایی هم که با اودیتور خارجی داشتم من اینو خیلی تاکید میکردن و خب خود روح استانداردم که میگفتم همینه دیگه، خود استانداردم داره میگه SEU، اینو باید دقیقا ما مشخص کنیم. یا در جاهای متعدد دیدم، من نمیخوام اسم شرکت ها رو مثال بزنم چون یادم از کدوم شرکت ها بودن، مثلا فرض کنید میگفتن ساختمان شماره 3 ما، مثلا میگم این SEU ماست، بابا ساختمان شماره 1 کار اداری داره توش انجام میشه، چون تو اونجا اون کار اون شرکتی که دارم مثال میزنم خیلی پروسسینگش انرژی بر نبود، مثلا میگفتن این کل این ساختمان شماره 3 ما که مثلا چه میدونم 5 طبقه داره، 10 طبقه داره، و نمیدونم توش مثلا 100 تا اتاقه، مثلا 300-400 نفر داره توش کار میکنن، این SEU ماست. این غلطه، صدای من داره ضبط میشه و تو آینده من باید دفاع بکنم از این حرفی که دارم میزنم، چون قراره اینو در اختیار شما قرار بدم، تو یوتیوب اینا قرار بگیره، به این خاطر باید ازش دفاع بکنم حرفی که دارم میزنم. ممکن اشتباهات متعددی هم بکنم و قطعا من عبرا از خطا نیستم، اما اینکه میگم یک ساختمون SEU است اشتباهه، حتما اشتباه. شما میتونید بگید مصرف برق به منظور روشنایی در این ساختمون SEU هستش، کاربردش رو باید بگید. شاید اونجا ونتیلیشن یا تهویه مطبوع
که خودش در واقع یوز یا کاربرد انرژی هستش تو اون ساختمون SEO باشه. اینو خواهش میکنم که بهش حساس باشید و بهش دقت بکنید که هم روح استاندارد که گفتم نقض نشه دیگه، این روح برجام خیلی حساسه. بذاریم من ببینم یه پیامی داریم ببینم. آه نه، پیام مال قبل که در مورد روشن بودن مثال توضیح داده بودم. بسیار عالی. خب تو اینجا هم اگه نکته هست بفرمایید، نیاز به توضیح بیشتری داره تا من ادامه مبحث رو بگم خدمتتون. سگو خانم زاده. سلام استاد، وقتتون بخیر. صبح بخیر. متشکرم. منظور شما اینه که، یعنی چیزی که من متوجه شدم، SEO باید یک انرژی باشه، یعنی ما نباید بریم سمت تجهیز ساختمان یا هر چیز دیگه، به این مصرف این انرژی، حالا هر چیزی که میخواد باشه، این سیگنیفیکنت، درسته؟ نگاه کنید با یه خورده اغماز، شما اگه تجهیز رو هم نام ببرید میشه گفت که درسته. مثلا شما میگید هیتر من مثلا که کار هیتینگ داره انجام میده دیگه، داره کار گرمایش انجام میده، تقریبا میشه گفت وقتی شما میگه هیتر، نوع یوزش هم دارید در فهوای کلامتون دارید بس اشاره میکنید. یا وقتی مثلا میگید که کمپرسور من SEO هست، گرچه درست نیست، باید بگید مثلا پروسس من یا عملیات کمپرشن من در واقع، یا اون فشرده سازی هوا در واقع برای من SEO هستش. ولی حالا میشه یه خورده اغماز داشت چون شما دارید به پروسس اشاره میکنید، حالا یا هیتر باشه یا مثلا دستگاه مثلا ایر کمپرسور باشه یا چه میدونم یه دیگه بخاری باشه، هر چیزی، تقریبا دارید تو فهوای کلامتون اشاره میکنید که چه نوع کاربردی دارید ازش میگیرید. داشتم تایید کنم. ولی وقتی شما بگید که من مصرف برقم مثلا به عنوان مثال SEO غلطه، قطعا مصرف برق به چه منظوری؟ برق رو دارید برای تهویه استفاده میکنید؟ برق رو دارید برای پروسس استفاده میکنید؟ برق رو برای کجا دارید استفاده میکنید؟ مثلا فرض کنید تو هم کارخونه سیمانی که دیروز مثال زدیم، فرض کنید توی در مورد انرژی برق خواهد صحبت بکنیم، انرژی الکتریکی، مثلا ممکنه شما بگید آسیاب سیمان من مصرف برقش جز SEO. این درسته چون دارید کاربرد رو دارید بیان میکنید، اما نمیتونید بگید مصرف برق SEO در شرکت مثلا سیمان فلان، در کجا، به چه منظوری، با چه کاربردی. تونستم خوب توضیح بدم؟ بله، متشکرم. به کارگاه برسیم شاید این موضوع رو یه خورده بتونم روشن‌تر بکنم برای عزیزانی که به هر دلیلی ممکنه ابهامی تو صحبت‌های من در واقع وجود داشته باشه و متوجه نشده باشم. خب پس میایم SEO ها رو شناسایی میکنیم. SEO ها رو شناسایی کردن یعنی چی؟ منطق اولویت بندیه دیگه. من کلی انرژی یوز دارم در شرکت من، همین مثالی که زدم، حمل و نقل میکنم، کار روشنایی انجام میدم، سرمایش، گرمایش، فرآیند و غیره. خب کدوماش مهمن؟ در یک شرکت اولین چیزی که در علم مدیریت باید حواسمون بهش باشه هنر اولویت بندی است. من نمیتونم تمام انرژی یوز های خودم یا کاربرد های انرژی رو تحت کنترل قرار بدم، باید لیست که کردم برم سر وقت دونه درشتاش. اصل 80-20 میتونه یه منطقه خوبی ما بده که تمام چیزهایی که در شرکت هستن مهم نیستن. این کلمه، این عبارت خیلی مهمیه تو ذهنمون بسپاریم. یه جمله خیلی معروفیه تو عالم مدیریت، میگن در جایی که همه چیز مهمه هیچی مهم نیست. بنابراین اگر من کلی انرژی یوز دارم در درون شرکتم، باید یاد بگیرم و هنر اینو داشته باشم بعضیا رو چشم‌پوشی کنم، ایگنور کنم، بگم این مهم نیست، این مهم نیست، این مهم نیست، این مهم نیست، در جمعیتش کمتر، اما این 3-4-5-10 تعدادش من نمیتونم حرف بزنم در بادش. اینا اهمیت داره، اینا بیشترین در واقع اذیت رو داره برای من ایجاد میکنه. مثلا اون مثالی که توی در واقع سیمان زدم توی مثلا کلساینرش، خب وقتی من سوختم داره تو اونجا بیشترین مصرف رو داره انجام میشه، من چرا برم سر وقت یه موضوعات مثلا برای گرمایش یه شرکت به این فکر کنم که مثلا اینجا چقدر گاز داره مصرف میشه. اوکی، اگه جای دیگر حل کردی
الان مشکلت و دغدغت گرمایشه، اوکی بحث دیگه ایه، ولی اصل قضیه تو اونجاست. پس SEO یا شناسایی SEO یعنی هنر اولویت بندی بر پایه تحلیلایی که انجام دادی، داده‌هایی که جمع آوری کردیم. حالا میرسیم به اینجا که یه سری چیزا برای ما مهمترند و یه سری چیزا اهمیت کمتری دارن. از این رو میریم سر وقت این که بگیم آقا این چند تا مهمه، بقیه‌اش اهمیتش کمتره. حالا نکته‌ای که باید اتفاق بیفته چی؟ بعد از اینکه SEO ها رو شناسایی کردیم، باید ببینیم متغیرهای مؤثر بر در واقع SEO های ما چه چیزایی هستن. یعنی چی؟ من در طی گذر زمان میزان مصرف انرژیم توی در واقع مثلا فرض کنید توی سایت فولادی یا توی سایت مثلا تولید محصولات شیمیایی یا حتی صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و غیره تغییر میکنه. هیچ وقت عدد صافی نیست، یک تغییر پذیری منطقی داره. باید ببینم چه وریبل هایی یا متغیر هایی برش تأثیر میذارن. مثلا یک چیزی که همه میدونیم اینه توی کارخونه وقتی میزان تولید میره بالا، طبیعتا میزان مصرف انرژی میره بالا. یعنی یک رابطه حالا بشه گفت مستقیمی بین میزان تولید و میزان مصرف انرژی وجود داره. بنابراین یه متغیری که در اینجا اهمیت داره میزان تولیده. دیروز هم توی در واقع استاندارد صنعت سیمان که با جناب آقای صدقی بررسی میکردیم دیدید اونجا یه سری ضرایبی رو مطرح کرده بود. مثلا گفته بود ارتفاع از سطح دریا که به فشار در واقع هوا برمیگرده، یا میزان رطوبت و پارامترهای اینچنینی ممکنه تو برخی از صنایع یا برخی از تجهیزات بر میزان مصرف تأثیر گذار باشه. پس اولین کاری که باید انجام بدیم بعد از اینکه SEO رو شناسایی کردیم، متغیرهای مرتبط و مؤثرش رو باید شناسایی کنیم و تو اونجا میزان مصرف انرژی باید مشخص بشه و شناسایی افراد تاثیرگذار بر اون SEO. مثلا ممکنه توی همون یه کوره‌ای که در موردش داریم صحبت میکنیم یا دیگه بخواید داریم در موردش صحبت میکنیم، یه اپراتوری داشته باشیم. این اپراتور دور موتور مثلا یک اومپرو یا یک مثلا تجهیز دواری رو اگه خوب تنظیم نکنه، میزان مصرف انرژی به صورت بارزی بتونه افزایش پیدا بکنه. گاهی اوقات اپراتورها تاثیرگذار نیستن بر میزان مصرف انرژی. مثلا اپراتور فقط دکمه آن و آف داره، آنو میزنه آف یا آفو میزنه. گاهی اوقات افرادی که کار نگهداری و تعمیرات یعنی سرویس تجهیزات رو انجام میدن جز افراد تاثیرگذار هستن. مثلا کسی که هر از گاهی میاد اینجا رو روغنکاری میکنه، کار در واقع روغنکاری که میتونه میزان اصطکاک بین اجزای یک تجهیز دوار رو کاهش بده و میدونیم که چقدر تو مصرف انرژیش میتونه تأثیر گذار بشه. و حتی گاهی اوقات افرادی که میان تمیز میکنن، تمیز کردن مثلا چیزایی که بین اجزای دوار، بین مثلا بولبرینگا، قسمت های دوار در واقع تجهیزات قرار گرفتن، اگه خوب تمیز نشه ظاهر قضیه به نظر میسه خب کار کلینینگ و تمیز کردن داره انجام میده، ولی از نظر مصرف انرژی آدمی که میاد کار تمیز کردن انجام میده بسیار نقش مهمی داره. جنبه‌ی حرفم اینه گاهی وقت اپراتورها ممکن افراد تاثیرگذار نباشن. کسایی که کار تمیزکاری و شستشو و یا حتی در واقع نگهداری تعمیرات رو انجام میدن ممکنه افراد تاثیرگذار باشن، به خصوص برای تجهیزات دوار. پس این افراد هم باید شناسایی بشن، اونایی که بر SEO ها تأثیر گذارن. سایر در واقع کاربورت های انرژی الزامی نیست از دید استاندارد 50. و طبیعتا حالا که SEO ها رو شناسایی کردیم، افراد تأثیر گذار، متغیرهای مؤثر، نیازمنده اینه که بگیم حالا تو کجاها من اگر بتوانم در واقع پروژه های تعریف و اجرا بکنم، میزان مصرف انرژی من در سراسر کارخونه میتونه به شکل بارز و سیگنیفیکنتی بهبود پیدا بکنه. بنابراین میگم آیتم شماره 1، آیتم شماره 5، آیتم شماره 15 و غیره. و حالا کاری که باید انجام بدم اینه که خب برای این آیتم شماره 1، شماره 5 و شماره 15 برآورد یا استیمیشن من از مصرف آینده و کاربرد آینده در واقع چه خواهد بود. یه جورایی شبیه هدف گذاری میتونه باشه که
حتی گاهی اوقات این میتونه با اهداف هم اورلپ داشته باشه، مشروط به این که در واقع هدف تکنیکال یا فنی باشه، چون میتونیم اهداف غیر فنی هم داشته باشیم، اهداف مثلا مدیریتی باشه. طبیعتا حالا بقیه اون نکاتش دیگه تکراریه، به روزآوری باید بشه تو فواصل زمانی مختلف. نکته مهمش اینه که تغییرات جدی اتفاق بیفته حتما باید به روزآوری صورت بپذیره. یه نکته برای دوستانی که یه ذره کم تجربه تر هستن اشاره بکنم، برای دوستانی که تجربه دارن ممکنه تکراری باشه، بین بازنگری و در واقع بروزآوری آپدیتینگ یه تفاوتی وجود داره. بازنگری ترجمه ریویو، بروزآوری آپدیتینگ یا آپدیت کردن. بازنگری یعنی در فواصل زمانی مشخص اینو بررسی کن، چک کن ببین ایرادی داره یا نداره، ممکن نداشته باشه، میشه ریویو میکنم، مرور میکنم، مشکل نداشته باشه. اما اگه ایراد داشته باشه، این بازنگریه که تو فواصل تعیین شده باید انجام بشه، بحثی نیست. اما اگه ایرادی داشته باشه باید بروزآوری کنم، مدارک، مستنداتم، میزان مصرف اگه تغییر کرده باشه، یا نوع کاربرد اگه تغییر کرده باشه، سوخت اگه تغییر کرده باشه، یا تو جاهایی که نوع سوخت مثلا کیفیت سوخت تحت تاثیر قرار گرفته باشه، اگه این امکان رو داشته باشید که سورس تامین انرژیتون رو عوض بکنید، در مواردی، در این موارد این تغییرات عمده هستن، باید در واقع داده هایی که جمع آوری کردیم تو بالا در مورد صحبت کردیم به روز آوری بشه. یه بانک اطلاعاتی در مورد مصارف ما در گذشته و حال و هدف گذاری برای آینده. یه جورایی شاید بشه گفت همون ممیزی فنی انرژی است. حالا متخصص های هم بهتر میتونن در موردش نظر بدن، در مورد روش های مختلفی که برای ممیز فنی انرژی داریم و طبیعتا تعیین آنچه که در آینده مد نظر است. در ادامه به این میپردازیم و خیلی اهمیت داره که ما شاخص هایی رو داشته باشیم برای سنجش عمل کرده انرژی خود. یه لحظه من تایید کنم دوستانی که دارم میپیوندم به ما رو. شاخص هایی باید داشته باشیم. این شاخص ها توی صحبت های امروز فردا زیاد عبارتش رو به کار میبرین. دیروز هم یه اشاره کردیم. ENPI یعنی Energy Performance Indicators، یعنی شاخص عملکرد انرژی. خب میگه برای اینکه بتونی عملکرد انرژی خودتون رو پایش کنید نیاز به شاخص دارید. حالا گاهی قد بعض جام دیدم که ENPI ها رو توی بحث انرژی KPI هم میگن، اونم ایرادی نداره، این که به چه اسمی مینامید اهمیتی نداره، محتواش مهمه که یا مفهومش مهمه که به چه موضوعی میپردازه. KPI هم Key Performance Indicator هستش، شاخص هایی که میدی عمل کرد یا آره دیگه KPI. شاخص ها رو در توضیح بدم. حالا طبیعتا باید مناسب باشه اون چیزا که واضح هستش، باید روشن و شفاف باشه، به سازمان باید کمک کنه که بحثی نیست. اما میخوام یکی دوتا مثال داشته باشیم از شاخص ها که بازم یک کارگاه داریم، چون یکی دوتا کارگاه مرتبط به هم داریم که تو ادامه میخوام بهش بپردازم و تو گروه قرار میدم که این شاخص ها رو بذار روشن تر میکنم. اصلا ولش کن بذار بریم سر وقت خود کارگاه، من کارگاه رو باز کنم شاید روشن تر باشه برای عزیزان، چون یه کارگاهه که به دو سه موضوع میپردازه. مثال هایی که تو اینجا اومده رو ببینیم. از این به اشتراک بذارم با شما این صفحه کارگاه رو. مثلا این شاخص ها و خط مبنا، هنوز خط مبنا رو من توضیح ندادم. مثلا شاخص من چیه؟ راندمان کوره. حتی شما میتونید بگید راندمان کوره شماره یک. اصلا شما ممکن چندین کوره داشته باشید در درون شرکتتون و راندمان هر کدومش رو به صورت جداگانه بررسی کنید. میزان مصرف انرژی، نحوه محاسبش رو داریم صحبت میکنیم، به ازای یک تن کلینکر که تولید شد. حالا متغیرهای مؤثر رو قطعا میزان تولید خواهد بود که از عوامل مهمترش، یکی از مهمترین عواملش شد.
دیگه مثلا چه چیزایی مثلا میتونیم در نظر بگیریم؟ حتی میزان مصرف هم این شاخص میتونه باشه، میزان مصرف انرژی حرارتی. چجوری محاسبش میکنیم؟ عدد کنتور رو میخونیم. میزان من حالا اگه کنتور خاصی برای مثلا کوره شماره یک داشته باشه، بذاریم مثلا میزان مصرف انرژی حرارتی کوره شماره یک. سوال، میزان مصرف کل شرکت میتونه شاخص باشه؟ مثلا میزان مصرف انرژی حرارتی کل شرکت، نظرتون رو بگید با صفر و یک. دوستان دیگه، تا سه نفر دیگه از دوستانم بگن. اوکی، ببینید شما هر شاخصی رو میتونید در نظر بگیرید. بله میزان مصرف کلا میتونه یه شاخص باشه، شاخص دیگه. گاهی اوقات ممکنه من بگم آقا اینا رو ولش کن، خب مثلا اینا رو یه لحظه من فراموش کنم، اینا رو ندارم. من میخوام از کل به جزء برسم. میگم آقا میزان مصرف انرژی حرارتی در کل شرکت یه شاخصه. چجوری محاسبه میکنم؟ مجموع مصارف در کل شرکت بر اساس در واقع کنترل ها، این کنترلی که دارم، یه کنترل دارم، پنج تا کنترل دارم، جمع میزنم، یه شاخصه. بله قطعا این شاخصه. حالا من که بگم خب این شاخص دارم، خیلی دم خودم گرم که این عدد و اطلاعات رو دارم. حالا من اگه بدونم مثلا سه تا خط دارم، هر کدوم هم چقدر دارن مصرف میکنن، دیده بهتری پیدا میکنم. باش مشکل نیست. میزان مصرف انرژی حرارتی در کوره شماره یک، مثلا در خط حتی شماره یک برسم، خط شماره یک، میزان مصرف انرژی حرارتی در خط شماره دو، میزان مصرف توی خط شماره سه، هیچ ایرادی نداره. طبیعتا اینجا دیگه نحوه محاسبه ما یه خورده متفاوت میشه، مثلا کنتور یک میشه اینجا، در کل شرکت نمیشه، اینجا میشه در خط یک. اینو کپی کنم، سرعت هم بره بالاتر تو کپی پیست، نمیشه کنتور شماره دو، مثلا کنتور شماره سه، نمیشه خط شماره دو، نمیشه خط شماره سه. اوکی، حالا بیا یه ذره کوچیک‌ترش کنم. هنوز مثلا میتونیم بگیم میزان مصرف، فرض کنید که پریلیتر شماره مثلا 16، حالا همجوری، آیا میتونه شاخص باشه؟ نظرتون بفرمایید. 0 و 1. بله قطعا اینم یه شاخصه. حالا طبیعتاً حالا اینجا ما شما نیاز دارید که یه محاسباتی رو داشته باشید برای اینکه چجوری محاسبه میکنید میزان مصرف فریتر، آره یه کنترل جداگانه داره یا نداره. طبیعتاً باید نشون بدید که میتونید اندازه گیریش بکنید، یا حالا بر اساس دیتاهای گذشته رگرسیونی چیزی، با یه روشی باید نشون بدید که اینو میتونید اندازه گیری کنید. این اهمیت داره. حالا اینکه شاخص هست، بله چرا که نیست، یه شاخص میتونه باشه. بله. بذارید تایید کنم ورود دوستان رو. خب پس میتونه این شاخص باشه برای ما. حالا ریسترم میشه شد، اگه بله براتون انقدر اهمیت داره، انقدر ضرورت داره، چرا که نه. بنابراین همه اینها میتونه یک شاخص باشه. این شاخص هایی که من تو اینجا تعریف کردم، الان دارم هایلایتشون میکنم، شاخص های ساده هست. یعنی چی؟ میرم کنترل رو میخونم، مصرف قبلی، مصرف جدید دور از هم کم میکنم، مثلا میشه اینقدر کیلووات ساعت، اینقدر متر مکعب گاز طبیعی، اینقدر لیتر بنزین، اینقدر لیتر گازوئیل، هر چیز. اینا شاخص های ساده است. شاخص های ساده خوبن، اما یه خورده ممکنه داده دقیق و به درد بخوری برای ما ندارم. مثلا من منطقیه دیگه، تو صحبت هم گفتم میزان مصرف انرژی حرارتی تو خط یک افزایش پیدا کرد، سه برابر شد. آیا بده؟ نه به خودی خود. ممکنه سه برابر شد ماه گذشته،
من داشتم مثلا کار سرویس رو نگهداری تعمیرات انجام میدادم، اوورهال داشتم میکردم، این خط اصلا تولیدی نمیکرد. دوبار تستش کردم، دوبار مثلا کوره رو راه انداختم، دوبار چه میدونم این دیگه بخار رو راه انداختم، دوبار این توربین رو راه انداختم، این ژنراتور رو راه انداختم. اوکی تو طبیعی مصرف کنه، حالا من تولید رو در واقع استارت زدم، خب میزان مصرف تو 5 برابر شده. بنابراین ما یه سری شاخصایی داریم که میگن شاخصای کارایی که توی در واقع سیستم مدیریت انرژی خیلی مهمه، یا افیشنسی. شاخصای کارایی از جنس مواردی هستن که ما دنبال اینیم. چون غیر فعاله که به صورت این نسبت در واقع بیان میکنیم. مثلا بذارید اینجور بنویسم، میزان تولید، ببخشید میزان مصرف انرژی حرارتی تقسیم بر میزان تولید. مثلا ممکنه توی خط شماره 3 شما میزان مصرفتون خیلی بالا باشه ولی تولید بیشتری کردید. این شاخص ها دیده بهتری به ما میدن، اما معنیش این نیست که اینا شاخص نیستن، اصلا قابل قبول نیست. این بحث ها نیست، چون استاندارد در مورد این موضوع صحبت نمی کنه که چه نوع شاخص هایی تعریف کنه. سازمان بر اساس شرایط خودش شاخص هایی رو تعریف میکنه که بتونه به دردش بخوره. پس این هم من کات کنم بیارم اینجا، ولی یادمونه که از جنس کاراییه و داده مفیدتری به ما میده. میزان مصرف انرژی حرارتی تقسیم بر میزان تولید، مثلا در خط 1 به عنوان مثال، در خط 2 در کل شرکت، حتی برای پیریتر شماره 16 مثلا. البته خب با حواسمون باشه که دیتایی هم که داریم میاریم مربوط به پیریتر شماره 16 باید باشه، یعنی خط کسری رو که در نظر میگیم میزان در واقع مصرف انرژی بر میزان تولید، میزان مصرف انرژی پریتر رو مثلا ممکنه بر اساس کنترلی که بهش نصب کردیم بخونیم، اما میزان تولید هم باید حواسمون باشه که از این پریتر شماره 16 هم رد شده باشه. نیایم یه وقت مثلا مصرف کلی که ربطی به پریتر شماره 16 نداره رو مرتبط کنیم به این تجهیز. خب من دو تا اسلاید باقی مونده رو بگم، تمام صحبت ها رو توی شاخص ها اینا در واقع خدمتون گفتم، فقط مونده ENB که توی اسلاید بعدی در موردش حرف میزنم. بنابراین متغیرهای مرتبط با ENPI ها رو که همون ستون سوم بود توی این کارگاهی که داشتم صحبت میکردم، به اونم باید توجه کنید. یعنی دقیقا اینجا باید بگید مثلا میزان تولید متغیر اصلیتونه یا چه چیزی، گاهیقات دماست، گاهیقات مثلا دمای محیط. مثلا میگم این چیزی می‌نویسم شاید ربط نداشته باشه، گاهی وقت ممکنه فشار هوا باشه و گاهی وقت هر چیز دیگه. گاهی وقت مثلا شما کار اداری دارید انجام میدید، میزان مصرف انرژی الکتریکی یا انرژی الکتریکی برای کاربردهای مثلا حرارتی، یا بگم سرمایش، بگم بهتر سرمایش، درست شد. مثلا شما اینجا هر جوری حسابش میکنید، ممکن تعداد نفرات یا متوسط میانگین تعداد نفرات حاضر در مثلا اون ساختمان خیلی اهمیت داشته باشه، که هرچی تعداد افراد بره بالاتر دمای اون سیستم کولینگ یا کولر رو پایین تر میارید، برای اینکه احساس راحتی بیشتر داشته و احساس خنک بودن بیشتر بکنید. اینجا تعداد نفراتی که توی اون ساختمون هستن به طور میانگین حائز اهمیته، یا تعداد ساعات کاری مثلا ممکنه هرچی بیشتر بشه میزان مصرف انرژی الکتریکی افزایش پیدا کنه. پس متغیرهای مؤثر و مصرف رو هم توی شاخص هامون در نظر میگیریم. من برگردم به اسلاید ها که تمومش میکنیم، بعد کارگاه رو با هم استارت بزنیم. ساعت الان 5:06 هستش، ما ساعت 1:30 میریم برای استراحت. حالا ببینیم که آیا میتونیم کارگاه رو قبل ساعت 1:30 استارت بزنیم یا نه. بنابراین تعیین متغیرها که عرض کردم خدمتون و ارزیابی مقایسه ENPI ها با ENB ها. ENB ها رو تو اسلاید بعد توضیح میدم. ENB ها یعنی این که میزان مجاز،
اما این میزان مجاز از کجا میاد، چجوری محاسبه میشه، اون داستاناش که باید به استاندارد مربوطش باید مراجعه بکنیم. یعنی اون خط قرمز ما چقدره برای تک تک این شاخصایی که من توی در واقع فایل ورد تعریف کردم، یه جا باید بگید میزان مجاز من یا ENB من چقدر خواهد بود، که توی اسلاید بعدی هستش. تعیین ENB های مناسب برای در واقع تک تک اون شاخصا. یه نکته که بازم تو ایران من میدیدم، گاهی اوقات ENB ها یه جور تعیین میشدن که به قول تو فیزیک میخونه دیمانسیونش با دیمانسیون ENP های ها همخوان نبود، به زبان خیلی ساده تر واحدشون یکی نبود. مثلا شما ENP های رو یه طوری تعریف کرده بود که میشد میزان تو میزان مصرف انرژی، مثلا میگن ENB مرتبطش یا متناظرش رو شما میدید مثلا بود میزان مصرف انرژی تقسیم بر میزان تولید. خب این دوتا که اصلا واحدش یکی نیست، چجوری میتونید میخوای اینا رو با هم مقایسه بکنید؟ اینو حواستون باشه. من در مواردی، نه همیشه، خیلی رایج نبود، ولی دیدم مواردی که ENB ها و ENP های ها از یک جنس نبود. بعض نرمال سازی ENP های ها و ENB ها هستش، گاهی قد شرط آب و هوایی، گاهی قد میزان تولید، به هم متغیرهایی که صحبت کردیم، این ENP های ها و ENB ها رو با بالا و پایین میبره. مثلا تو ایران اگه هم ببینم میزان مصرف مثلا یه پتروشیمی که در تبریز هستش برای تولید مثلا یه اولفین یا قرصگاه متانول یا اوره یا هر چیز دیگه با میزان مثلا به میزان یه تن چقدره، مثلا توی ماهشهر چقدر هستش، این دوتا رو بخوام با هم مقایسه بکنن، باید به متغیرهاشون هم توجه بکنن. میزان در واقع دمای متوسط محیط، یعنی باید بیان نرمال سازی بکنن اینا، قابلیت مقایسه با هم رو داشته باشن. حالا اینکه دوتا شرکت جداگانه بود، حتی در یه شرکت هم همینطوره، شما باید ENP های خودتون رو بر اساس متغیرها نرمال سازی بکنید، قابلیت مقایسه با هم رو داشته باشن. مثلا یکی از همین نرمال سازی ها شاخص های کارایی هستش. وقتی شما تقسیم میکنید بر میزان تولید، یعنی دارید نرمالش میکنید که قابلیت مقایسه داشته باشه. همونطور که گفتم میزان تولید خط یک با ببخشید میزان مصرف خط یک با میزان مصرف خط دو، خب یه دیتا هست خوبه، اما قابلیت مقایسه مستقیم با هم دیگر ممکن نداشته باشه. خط یک ممکن خاموش بوده باشه، یا مثلا تعداد ساعت کاری که کار کرده نصف خط دو باشه، خب طبیعتا میزان مصرفش کمتر خواهد و طبیعتا ENP ها ENB ها باید در واقع به روزآوری بشن، باز تاب دنده بچه باید به روزآوری بشن. زمانی که ENP ها تغییر میکنن، انعکاس دهنده و بازتاب دهنده عملکرد انرژی سازمان نباشن، تغییرات توشون اتفاق بیفته، باید بازبینی بشن و بروزآوری بشن. عوامل ایستا رو توضیح میدم خدمتتون و خب مطابق از روش از پیش تعیین شده باید باشن و اطلاعات مدون، یعنی به صورت مدون شده داده و اطلاعاتش باید موجود باشه. ما عوامل ایستایی که اینجا آوردم استاتیک در واقع فاکتورز، عوامل ثابت در گذر زمان تغییر نمی کنن، یا اگه تغییر میکنن خیلی اندک. مثلا فرض کنید که شما میخواید میزان مصرف انرژی الکتریکی به دلیل سرمایهش برای کاربرد سرمایهش رو توی ساختمون شما یک با ساختمون شما دو مقایسه بکنید. خب گفتیم یکی از عواملش میتونه تعداد نیروی کار یا تعداد نفراتی که تو اونجا دارن کار میکنند باشه، یا مراجعین و کسایی که مراجعه میکنن. این عدد متغیره، بنابراین استاتیک نیست. یه روز ممکنه 50 نفر بیان، یه روز ممکنه 120 نفر بیان، یه روز ممکنه 170 نفر بیان، یه روز ممکنه 20 نفر بیان. خب بنابراین این جزء عوامل ایستا به حساب نمیاد. اما مثلا ممکنه حجم اون اتاق که مثلا اینقدر متر مکعب فضا داره عوامل ایستا باشه. مثلا فرض کنید که میزان مصرف انرژی الکتریکی یا انرژی حرارتی برای گرمایش یک ساختمان خب خیلی میتونه به حجم بستگی داشته باشه. گاهی وقات حجم‌های اضافی رو اگه بتونیم حذف کنیم یا از در واقع جایی که داره مصرف کننده انرژی هست حذفش بکنیم، میزان مصرف انرژی بهبود پیدا می‌کنه. مثال خیلی ساده اش، در زمان‌هایی که مثلا یه اتاق کسی توش کار نمی‌کنه، درش بسته میشه و در واقع مصرف کننده های انرژی توی تجهیزات انرژی بعد توش خاموش میشن و حجممون تقریبا ثابته توی اون فضا، ولی یه حجمایی رو هم حذف کردیم از
جاهایی که مصرف کننده انرژی هستن. یه اتاق، 10 تا اتاق، 2 تا اتاق رو دیگه به عنوان مصرف کننده انرژی در نظر نمیگیریم. جز عوامل ایستا ممکنه به حساب بیاد، استاتیک فاکتورز. و آخرین نکته، تعریضی جمع‌آوری داده است. آقا میگه یک پلن یا یک برنامه داشته باشه این داده‌هایی که تا حالا صحبت کردیم تو بند 64 63 64 و 65 چی رو جمع می‌کنه. حتی به 62 که همون اهداف هم از شما هدف گذاری هم بکنید، با داده جمع‌آوری بکنید. اینا رو چجوری جمع‌آوری می‌کنید؟ یه طرح گردآوری داده‌ها باید داشته باشید برای پایش ویژگی‌ها، داده‌ها برای پایش ویژگی‌ها. چجوری جمع‌آوری می‌کنید و کی، هر چند وقت جمع‌آوری می‌کنید؟ چگونه، یعنی مثلا کنترل دارید یا محاسبه می‌کنید؟ گاهی اوقات بعضی از سازمان‌ها کنترل ثابت برای تجهیز ممکنه نداشته باشن. مثلا اون مثالی که زدم، گفتم مثلا پریهیتر یا کوره شما رو فلان ممکنه برای مصرف انرژی حرارتی یا همون گاز طبیعی شما کنترل نداشته باشید، دائم این کوره شما رو فلان رو چک بکنه که الان چقدر گاز داره وارد میشه و استفاده میکنه. ولی براتون ممکنه مهم باشه که بدونید این پریهیتر یا این مثلا دیگه بخار یا این کمپرسور چقدر داره مثلا برق مصرف میکنه، چقدر داره انرژی حرارتی استفاده میکنه. گاهی وقت مهندسای انرژی از کنترل‌های موقت استفاده میکنن، کنترلی که می‌بندن به سیستم تو زمان‌های مختلف با اساس روش‌های در واقع آماری یک برآورد یا استیمیشنی رو در واقع ایجاد می‌کنن از میزان مصرف حدودی اون تجهیز. این یه در واقع داده هستش که در مورد چگونگیش باید حرف بزنید. روش در واقع گردآوری داده‌هاتون چجوریه؟ داده‌ها باید شامل متغیرهای مرتبط با SEO ها باشن. مثلا شما اگه میگی حرارت، میزان مصرف انرژی حرارتی تو اینجا برای من به آب و هوا بستگی داره، مثلا به دما بستگی داره، خب این داده ها رو چجوری جمع‌آوری میکنید؟ آیا میرید تو سازمان هواشناسی مرتبط با شهرتون یا سازمان هواشناسی کشور داده ها رو در میارید؟ مثلا میگید آقا اینجا فشار هوا، میزان رطوبت و میزان مصرف من مهمه، اگر مهم باشه من دارم صحبت میکنم، این داده ها رو از کجا در میارید؟ یا مثلا ممکن بگید میزان تولید برای من مهمه، خب داده ها رو ممکن احتمالا از واحد تولید بگیرید. این داده ها رو باید جمع‌آوری کنید. مصارف انرژی مرتبط با SEO ها که تک تک این SEO هایی که داریم صحبت میکنیم چقدر مصرف انرژی داشتیم براشون، مثلا گازمون انقدر، مثلا بعضی از SEO ها ممکنه مصرف دوگانه داشته باشن، یعنی هم گاز استفاده بکنن هم برق استفاده بکنن، ولی برای پروسسینگ داره استفاده میشه مثلا به عنوان مثال. میزان مصارف یعنی مقدار مصرف، عدد مصرف ما چقدر برای هر SEO باید مشخص بشه. معیارهای عملیاتیش مثلا زمان آن و آفش به عنوان مثال، آیا ساعت‌های خاصی هستش، 24 ساعته کار میکنه، تو زمان پیک خاموش میشه، هر معیار عملیاتی که وجود داره رو بعد مد نظر قرار بدین. عوامل ایستا که مثالش رو لحظه قبل تو اسلاید قبلی خدمتتون گفتم باید مشخص بکنید اگر مصداق داشته باشه، چون همیشگی ممکنه نباشه. و داده ها، هر گونه داده دیگه که تو طرح اقدام یا تو اکشن پلنتون در واقع نیازمند تعریف هستش. یه در واقع یه طرح گردآوری داده هاست که باید حواسمون باشه و بحث که بتونیم جمع‌آوری بکنیم. سعی کنید رو این خیلی کار بکنید، به خاطر اینکه طرح در واقع جمع‌آوری داده ها و اطلاعات میتونه کیفیت و درستی یا دقت و صحت عملکرد شما رو تحت تاثیر قرار بده. نکته مهم دیگه ای هم که تو اینجا هست و باید بهش اشاره بکنم، دقت و تکرارپذیری داده های فراهم شده توسط تجهیزات که بحث آماری هستش. دقت یعنی اینکه دوستانی که با تجهیزات اندازه‌گیری سر کار داشته باشن میدونیم ما با بحث دقت و صحت سر کار داریم. دقت اگه با زبان آمار بخوایم صحبت بکنیم به انحراف معیار یا به واریانس داده ها برمیگرده که چقدر پراکنده هستن داده ها یا چقدر جمع هستن، خیلی باریکه، دامنه این نوسانشون خیلی کمه، که با انحراف معیار یا با واریانس در واقع نشونش میدیم. البته واریانس که میدونید که نمای دو در واقع انحراف معیار هستش. و صحت به میانگین برمیگرده، یعنی میانگین داده هایی که داریم گردآوری میکنیم چقدر دقیقا مطابق اون چیزی است که ما میتونیم در واقع اون چیزی است که ما میتونیم به دنبالش هست. بذار ببینم میتونم تو اینترنت یه تصویر خیلی معروفی هستش اونو آره پیدا کردم، اینو بیارم برای شما اشتراک بذارم.
منظور حرف منو بهتر متوجه خواهید شد. بزنید دانلودش بکنم این تصویر رو و حالا به اشتراک بذارم. یه چند لحظه به من اجازه بدید. خب ببینم دوستان سوالی نکته انگار پیام داشتم من، ببخشید. میزان مصرف برق به ازای 1 کیلوگرم تولید، بله دقیقاً نکته که جناب غلامی عزیز گفتن درست هستش. فکر کنم تصویر رو میبینید دیگه، درسته؟ 01 لطفا به من اطلاع بدید که من. بسیار عالی. نگاه کنید این چیزی که ما داریم اینجا میبینیم، از اینجا من شروع کنم، از اینجا تصویری که در سمت راست بالا میبینید، accurate, precise. از نظر میانگین این چهار تا عدد بخواید در واقع در نظر بگیرید، دقیقا افتاده رو وسط این سیبل. میانگین یعنی در واقع به صحت داده در واقع داره برمیگرده و همونطور که میبینید پراکندگی دادمون هم خیلی کمه خوشبختانه، یعنی خیلی پخش و بلا نزدیم. این یه تیرانداز، تیراندازی که هم وسط بزنه، هم وسط بزنه، هم نزدیک به هم بزنه، یعنی میانگین داداش رو جمع کنید میفته وسط. این ایدئال ترین حالت برای تجهیزات اندازه گیری. یه حالت دیگه اینه، این تیرانداز خیلی خوب میزنه، نزدیک به هم میزنه، ولی متاسفانه میانگینشون با مرکز تطبیق نداره. معمولا در چنین موارد احتمالا اون تفنگه ایراد داره یا تجهیز اندازه گیری ممکنه ایراد داشته باشه. یه وقتایی هست که داده هایی که ما داریم میگیریم داده ها پراکنده است، اما اگه ازشون میانگین بگیریم تو وسط میفته، پراکندگی داده ما زیاده، ولی متوسط ازشون بگیریم، میانگین بگیریم، میفته وسط. یعنی صحتش خوبه اما دقتش خوب نیست و در نهایت یه همچین حالتی رو داریم که نه دقیقه نه صحیحه. بنابراین این همون چیزی رو که توی اسلایدی که نشون داده بودم خدمتتون رو میتونه بهتر توصیف بکنه. اینو گفتم یه اشاره بکنم بهش که مفهوم دقت و صحت بتونه که یه مفهوم آماری هستش بهتر بتونه توسط شما عزیزان درک بشه. خب بریم سر وقت اسلایدامون. نکته خاص دیگه باقی نمونده جز یکی دو طرف تکراری که طبیعتاً اطلاعات مدون باید داشته باشیم. داده ها به صورت مدون شامل سوابق اندازه‌گیری پایش و مباحثی از این دست باید که در طرزی جمع‌آوری داده های انرژی مد نظر قرار گرفته باید حواسمون باشه بهش که مدونش بکنیم و به صورت شفاهی طبیعتاً قابل قبول نخواهد بود. این بحث بند 6 استاندارد ما. در مورد EMB میخواستم یه صحبت بکنم، بذارید برم من استانداردش رو باز کنم خدمتتون، چون مهمه که بدونیم این قضیه رو. بذارید با شما به اشتراک بذارم. استاندارد در واقع ایزو 50006 استاندارد بسیار خوبیه برای ENB و ENPI، خیلی به درد ما میخوره. سوال پرسیدم میشه لطفا برای صحت داده ها خوب است ولی دقت نه، یه مثال بزنید. نگاه کنید ما هم باید صحت داشته باشیم هم باید دقت داشته باشیم، هر دوش مهمه. نمیتونیم بگیم یکیش مهمه یکیش مهم نیست. اون مثال ما براتون زدم برای که مفهوم دقت و مفهوم صحت بتونه روشن بشه، هر دوش باید در واقع در نظر گرفته بشه. خب
از موضوعتون که پس استاندارد 5006 رو داریم، بریم جلوتر. یه جایی خیلی مهمی داره این استاندارد، حالا از ایناش که بگذاریم، اون تیکه مهمش رو من میخوام توضیح بدم که ENB یعنی چی. میبینن همه دوستان این تصویر رو، یه فایل PDF هستش. اینا همه رو میتونید از اون کانال تلگرامی که گفتم، گروه تلگرامی دانلود بکنید، برید توی سرچش سرچ کنید، بزنید 5006 میاره اینا رو. من دیروز برای دوستان توضیح دادم که اجازه بدیم من با شما شیر نکنم که ممکن گرفتاری برای من درست بشه اینجا. به هر حال خودتون میدونید دیگه. خب ENPI و ENB رو اینجا ما میخوایم بفهمیم. نگاه کنید، ENPI همونطور گفتیم شاخص است، مثلا میزان مصرف انرژی الکتریکی به ازای یک تن تولید، اون مثالی که زدیم، یا انرژی حرارتی مثلا. پس این شاخص ماست که تعریف میشه. حالا reference ENPI value یا baseline period، دوره زمانی مد نظرتون. نگاه کنید اینجا کشیده، میگه شما میخواید محاسبه کنید که ENPI تون چنده، اول باید یک گریزی به گذشته بزنید. مثلا بگید آقا من میرم داده یک سال گذشته خودم رو جمع آوری میکنم که میشه baseline period، دوره زمانی یک ساله. تو این یک سال هر چقدر که من مصرف انرژی حرارتی داشتم رو جمع میکنم میذارم یه گوشه، هر چقدر تولید داشتم جمع میکنم میذارم یه گوشه، این دوتا رو با هم دیگه تقسیم میکنم، اون ENPI که گفتم رو محاسبه میکنم. پس ما یک baseline period داریم، baseline این خط مبنا، مرجع ما. حالا یه عددی دارم من که مال گذشته منه ها، مال گذشته منه، مال الان نیست. این عددی که به دست آوردم میشه current ENPI value، اسمشو میذاریم ENB، میشه ENB. نگاه کنید ENB رو دقیقا بر اساس این مشخص. ببخشید من یه اصخایی میکنم، معذرت بخواهم، یه لحظه اشتباه گفتم. این محاسبه ای که کردیم میشه این میشه ENB ما. معذرت بخواهم، حرفمو اصلاح کنم، این میشه ENB ما. این مقدار مثلا فرض کنید 174 در اومده برای ما به ازای تن، درست شد؟ مثلا متر مکعب بر تن. اوکی، این خط مبنای ماست، این در واقع اون خط قرمز است. میگیم خب خدای به امید تو شروع میکنیم به تولید کردن، دیگه از این به بعد دیگه وارد حال و آینده داریم میشیم، میگم بسم الله تولید کنیم. اما حواسمون باشه از این 174 که ENB ماست و محاسبه کردیم بر اساس این به دست آوردیم، نباید بالاتر بریم. این دوره زمانی پیش رو بهش میگیم reporting period یا دوره زمانی گزارش‌دهی. مثلا میگیم خب یک سال آینده دیتاهاشو جمع آوری کنیم، مثلا برای سال 1403 به عنوان مثال جمع میکنیم. تو تایم سال 1400 که این ریپورتینگ پریود ما تموم میشه، میایم داده و اطلاعات جمع آوری میکنیم، میگه خدای ما امید تو، ما دیتا رو جمع کردیم، میزان مصرف انرژی ما توی این یک سالی که در واقع ریپورتینگ پریود من بود انقدر بوده، من انقدر گاز مصرف کردم، انقدر هم تولید انجام دادم، تقسیمش رو انجام میدیم. این میشه current ENPI value، یعنی همین چیزی که میبینید با فلش هم نشون داده، این چیزی که ما به دنبالش بودیم. حالا باید دید مقایسه کرد که این ENPI که به دست اومده، عددی که به دست اومده، از ENB کوچیک‌تره یا بزرگتره. اگه کوچیک‌تره که یه سوت بلبلی میزنیم برای خودمون و دوتا دمت گرمم میگیم به خودمون و میگیم خدا رو شکر. اما اگه بهش نرسیدیم خب باید اقدام اصلاحی انجام بدیم که در مورد اقدام اصلاحی صحبت میکنه. یه تارگتی هم ممکنه داشته باشیم برای آینده خودمون. تارگت همون خط در واقع نقطه هدف بود که من دیروز تعریف کردم، که ممکنه زمانی که من دارم ENPI رو در واقع محاسبه میکنم که ENB من به دست بیاد، تو اون موقع من نمیدونم تو آینده ممکنه به کجا برسم، اما یه تارگت تعریف میکنم که خیلی خوبه که این مقدار من که انقدر هست رو برسونم به انقدر، یه تارگت من. اگر من میزان مصرفم این ستونی که اینجا هست در واقع بود که خیلی عالیه، هم ENB رو پاس میکنه هم به تارگت هم رسیدم، یعنی
سوت دو سر بلبلی میزنم برای خودم که هم ENB رو پاس کردم هم تارگت رو. اما اگه بین این دوتا بود من به تارگت هم نرسیدم، که در مورد بحث هدف ممکنه هدف گذاری رو اشتباه کرده باشم، ممکنه هدف من واقعی در واقع ترسیم نشده باشه، ممکنه منابع و داده و اطلاعاتی که مورد نیاز من بود، تکنولوژی که مورد نیاز من بود، نیروی انسانی که مورد نیاز من بود فراهم نشده باشه. این تصویر بسیار تصویر گویاییه. لطفاً استاندارد ISO 5006 رو از اون کانال گروه تلگرامی دانلود بکنید، گروهی که لینکش رو من تو گروه خودمون گذاشتم، حتما به دردتون خواهد خورد. این از این. اوکی، سوالی اگه در این حوزه وجود داره و من توانایی پاسخش رو داشته باشم در خدمتم. خانم زارع و آقای خوشنود سوال دارن، من نمیدونم کدومشون زودتر دستشون بلند کردن، حالا دونه دونه بپرسید دیگه. بفرمایید. من بپرسم استاد؟ بفرمایید، خواهش میکنم. در رابطه با SPU ها مقدار انرژی که مصرف کنم به ازای تولید یک تن محصول، مثلا میگم در رابطه با پلنت ما میایم در حالت کلی یه چیزی بروش 207 تن پر اور نچرال گس رو میگیریم و بعد این تو خود پلنت تو قسمت مثلا یوتیلیتی تبدیل به بخار میشه یا ASU تبدیل به اکسیژن میشه. یعنی اگه من اسکوپ و کل پلنت بگیرم، تنها چیزی که مصرف میکنم نچرال گسه، ولی که مقدار برق مصرفی، بخار یا اکسیژن یا هر چیزی، من باید این اسکوپ رو بشمونم به اسکوپ های کوچیکتر. حالا برای محاسبه SEU که مد نظرمه، من کلی در نظر بگیرم یا نه هر پلنت رو جدا حساب بکنم؟ این دقیقا برمیگرده به اولویت های شما. نه استاندارد میتونه بگه به شما که شما اینو کلی در نظر بگیر، نه در واقع من یه ممیز یا هر کسی دیگه ای. خب طبیعتا هرچی ریستر باشه اطلاعات دقیق تره، تردیدی نیست در این مورد. اما مزید الزام دارم بهش نگاه میکنم که آیا این یه الزام هست یا خیر. ممکنه الزام استاندارد نباشه، که نیست، قطعا نیست، اما ممکنه الزام قانونی پشتش داشته باشید. یک سازمان بالادستی الزام کرده باشه شما این کار رو انجام بدید، مثلا یه قانون گذار، مثلا فرض کنید مؤسسه استاندارد که استاندارد ملی وجود داشته باشه برای محصول شما. گاهی اوقات اینم نیست، شما ممکن زیر مجموعه یک هلدینگ باشید، اون هلدینگ بالادستی گفته باشه که این کار رو انجام بدید، اون وقت این ریس شدنه تبدیل به یک الزام میشه برای شما دیگه، اون وقت قابل قبول نیست یه محاسبه کلی انجام. این بستگی به میزان مشترک هم وجود داره. بلفرض میگم مثلا اکسیژنی که من برای تولید متانولم میگیرم از واحد ASU، یعنی من انرژی مصرفی اینجا رو تو SEU ASU محاسبه کردم، یا بخش بخاری که دارم تولید میکنم اکسپورت میکنم سمت ASU، بنابراین این فصل مشترک رو چجوری هندل کنم؟ قطعا نگاه کنید در اینجور موارد که شما SEUی دارید که برخی از اون داده ها ممکنه به این SEU ربط نداشته باشه، باید اینجور نشون بدید که چجوری اینا رو تفکیک میکنید. اصلا ممکنه، گفتم یه روش عالیش که پرهزینه است اینه که شما کنترل دائمی داشته باشید برای اینکه مشخص کنید که مثلا میزان برقی که تو اینجا داره مصرف میشه چقدرش داره میاد این ور روده استفاده می‌کنه. این ایدئال ترین حالتشه، ولی ممکن هزینه بسیار کلانی داشته باشه. یه راه دیگه‌اش در واقع گفتم روش‌های در واقع آماری هستش، داده و اطلاعات رو تو زمان‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنید، حالا یا با میانگین گرفتن و روش‌های اینچنینی، یه استیمیشن در واقع یا برآورد ایجاد می‌کنید که فرض کنید تو این مثلا میگید من یه هفته کنترل رو میام اینجا نصب می‌کنم، داده و اطلاعاتش در میاره. مثلا دقیق نیست، اینو باید حواسمون باشه، چون باید در زمانهای مختلف با دماهای مختلف با رطوبتهای مختلف فشارهای مختلف ساعات مختلف شبانه روز میزان تولیدهای مختلف باید این کار انجام داد. ولی در واقع با گردآوری داده و اطلاعات نمونه که بتونن نمایندگی بکنن میزان مصرف رو، میتونن یه برآورد منتها با یه میزانی از خطا داشته باشیم. یعنی تونستم جواب بدم به سوال شما؟ خب بود. من دوست داشتم یک نمونه از محاسبه SEU رو ببینم، حالا اگر که لازم باشه من مثلا برای پلنت خودمون داده ها رو جمع‌آوری می‌کنم که فردا بتونیم کنیم.
اگه اجازه بده به کارگاه برسیم، شاید این ابهام شما بتونه تا حدی برطرف بشه. ممنونم. جناب خوشنود در خدمت. بله استاد، خسته نباشین، صدای من دارین. سپاسگزارم. خواهش میکنم. خواستم بپرسم که بیسلاید پریود با ریپورتینگ پریود از نظر زمان باید یکسان باشن، یعنی اون اگه یک سال است اینم یک ساله باشه؟ شما خودتون چی میتونید فکر بکنید؟ یعنی برداشت خودتون من به نظرم مبنا زمانیه، ولی اگه یک ساله باشه منطقی تر. نکنه اینکه چند وقته باشه به میزان مصرف، به میزان جنریت شدن یا تولید داده بستگی داره. خب اما اینکه بیسلاین پریود با ریپورتینگ پریود باید یکی باشه بحث نیستن، حتما باید یکی باشه، چون باید قابلیت مقایسه داشته باشه. من مثلا اومدم مصارف یک سال گذشته رو محاسبه کردم، به یه ENB رسیدم، بعد حالا اومدم تو 6 ماه آینده داده جمع آوری کردم، با این دارم مقایسه میکنم، احتمال خیلی زیاد ENB من پاس میشه، ولی در حالی که من 6 ماه رو محاسبه کردم و خب قطعا من رو گمراه میکنه. من فکر میکنم خیلی خوبم، در حالی که ممکنه اگه یک سال صبر میکردم نتیجه خیلی بدی به بار میومد. اگه سوال تو این بود، بله دو تا باید برابر باشن و خب در خدمتتون هستم اگه نکته دیگه هست. بله بله کاملا. و یه سوال دیگه هم دارم، اونم این که این شاخص عمل کرده ما کل مصرف به کل تولید باید خط مبنا رو پاس کنه؟ یه جوری دیگه بپرسم، اگه ما دو تا خط تولید داریم، یکی پاس کنه یکی پاس نکنه، ولی مجموع پاس کنه، اون چی؟ اونم عدم انطباقه. باز به اولویت شما برمیگرده. نگاه کنید الان این چیزی که گفتید، من سه تا شاخص میتونم براش تعریف کنم، یعنی سه تا ENPI. یک، میزان مصرف کل، درست شد؟ دو، میزان مصرف خط یک. سه، میزان مصرف خط سه، خط دو بیاشت، درست شد؟ شد سه تا شاخص. هر کدوم از اینها ENPI خودشون رو دارن و ENB خودشون رو دارن، طبیعتا دونه دونه اینا باید تطبیق داشته باشه دیگه. این حالت، یه حالت ممکنه بگید آقا من میزان مصرف کل برای من مهمه، حالا ممکنه خط یک پاس نکنه ولی خط دو پاس کنه، مجموعش هم پاس بکنه، این اوکیه، اون چیزی که خودتون تعریف میکنید و براتون در اولویت اهمیت داره. خیلی متشکرم، بسیار عالی، پاینده باشید، خیلی ممنونم. خب بریم، این همه در مورد کارگاه صحبت کردیم، من کارگاه رو تو گروه قرار بدم بازش کنم، یه خورده توضیح بدم در موردش. ورکشاپ انرژی ریویو. خب من اینو درگ کردم به در واقع گروه توی تلگرام، لطفاً دانلودش بکنید و بازش کنم و توضیح بدم خدمتتون. بذارید شیر کنم با شما. توی این 7-8 دقیقه سعی میکنم توضیح بدم در موردش، بعد ساعت بعد که شروع شد کارگاه رو به حول و قوه الهی انجام بدید. خب خب همه دوستان احتمالاً این فایل ورد رو میبینن. یه بازخورد بهم بدید که من، بله خب یکی دو تا دیگه از دوستان بهم بگن که من خیالم راحت شه. ممنونم، سپاسگزارم. خب حالا اینا توضیحاتشه، مثاله، بعضی از این داده ها هم خالی گذاشتم، بعد اینا مثاله. مثلا فرض کنید این بحث بازنگری انرژی خیلی زبان خیلی ساده است. خب بر اساس تجهیز مثلا میتونید پیش برید، بر اساس ساختمون میتونید پیش برید. حالا اینجا بیشتر تمرکز بر اساس ساختمون، بر اساس تجهیز بوده. نام تجهیز آسیاب مواد، نوع انرژی مصرفی برق هستش، مقدار مصرف سال گذشته انقدر بوده، واحدش چیه؟ کیلووات ساعت. کاربردش چیه؟ برای تولید داره استفاده میکنه برق رو یا هم برای فرآیند. ضریب تبدیل به کیلووات ساعت. ما همه اعدادی که تو اینجا میخوایم جمع بکنیم از تجهیزات مختلف رو میخوایم یه واحد باشه که قابلیت مقایسه داشته باشه.
من فکر کنم ضرب تبدیل رو نذاشتم اینجا، بسیم ببینم گذاشتم، اگه نذاشتم پیدا میکنم براتون قرار میدم. با هر چیزی که در واقع داشته باشین، برق باشه، هوای فشرده باشه، گاز باشه، چه میدونم بنزین باشه، گازوئیل باشه، هر چیزی یه ضریب تبدیلی داره به کیلووات ساعت، که در اون ضریب تبدیل اگه ضربش بکنیم به یه واحدی میرسیم که همه‌شون کیلووات ساعت هستن و قابلیت مقایسه با هم دارن. مثلا فرض کنید که ما اینجا یه کمپرسوری داریم که داره در واقع ببخشید ابزار دقیق بگم چون مصرف کننده باید بشه، ابزار دقیقی داریم که هوای فشرده داره استفاده میکنه، حالا میزان مصرفش رو میدونم 189 مثلا، واحدش متر مکعب، البته با یه فشار مشخص. خب کاربردش در واقع برای ابزار دقیق میگم ضریب تبدیل شما یادم نیست واقعا چنده، مثلا چند میدونم 8.2 از اون جدوله باید در آورد، این 8.2 ضرب در 189 میکنید تو اینجا قرار میدید یه عددی به دست میاد، این میشه واحد کیلووات ساعت معادل همون هوای فشرده ای که برای ابزار دقیق داره استفاده میشه. به همین ترتیب برای خودروها که دارید بنزین استفاده میکنید، برای چه میدونم کامیونی که دارید در گازوئیل استفاده میکنید، برای چه میدونم لیفتراکی که دارید گاز از گاز استفاده میکنید، هر کدوم از این یه ضریب تبدیل داره برای خودش. درست شد؟ ضریب تبدیل رو میزنید و به یه عددی میرسید. درست شد؟ حالا نکته تو این کارگاه طبیعتا ممکنه ما داده دقیق نداشته باشه، اینجا رو در آورد زدیم یه عددی بزنید چون میخوام یاد بگیریم این عدد رو تو عالم واقعی میریم دیتاشو گردآوری میکنیم، بقیه اینا دیگه زیاد چی میگن ذهنی نیست، این اعداد در نهایت به یک ستون آخری میرسه که مصرف به کیلووات ساعت هستش که چیزی که ما دنبالش. درست؟ حالا نکته که هست اینه، ما اینجا الان یه تولید داریم، ابزار دقیق داریم، حمل و نقل دوتا داریم، گرمایش داریم، سرمایش داریم، تهویه داریم. درست شد؟ حالا من از شما خواستم که دو تا از مسار کاربردهای بارزتون رو اینجا بنویسید. بر اساس دقیقاً این ستون آخر باید انجام بدید. من اینو هایلایت کنم. این ستون آخر مبنای ماست. اون دوتایی که دوتا کاربردی که بیشترین عدد رو دارن رو لطفاً در اینجا بنویسید. درست شد؟ مثلا نکته اینه شما دو تا برای حمل و نقل اینجا دارید، یعنی یه دونه این و یه دونه این، لطفاً دو تا عددی که در اینجا هست رو با هم جمع بزنید بعد مقایسه کنید با بقیه. اگر ابزار دقیق دارید مثلا دو تا یا حتی مثلا میگم سه تا، یا اینجا مثلا الان خود همین لیفتراک خوبه یه حمل و نقل دیگه، لطفاً به عنوان یه در واقع این ستا رو با هم جمع بزنید، ستا عددی که در اینجا هست مربوط به حمل و نقله، مجموعش ببینید چه عددی میشه، ببینید جز دوتای بالا قرار میگیره یا خیر، جمع بزنید و دوتای مهم رو اینجا بنویسید مقادیر کلیشون و طبیعتا اینا جز اس ای او میشن. خب نیازی نیست، میتونید تیک بزنید. حالا تا اینجا روشن؟ ببخشید من یه توضیح بدی دادم اینجا، چون ادامه داره این ستون. شما کل کاربردها مثلا اینجا حمل و نقل داشتید و فرایند، کل مصارف رو جمع بزنید اینجا، کل مصارف فرایند، کل مصارف روشنایی، کل مصارف گرمایش و غیره، دوتای بالاترش رو لطفاً به عنوان SEO تیک بزنید. مثلا ممکنه فرایند باشه و فرض کنید چه میدونم تعویه، این دوتا میشه SEO شما. درست شد؟ حالا تو ستونه توی کارگاه بعدی که شاخص ها و خط مبنا هستش، لطفاً برای SEO ها، برای SEO های شناسایی شده شاخص و خط مبنا تعیین کنید، یعنی توی جدول زیر. و
مثلا من خب توی همون کلاس که داشتم توضیح میدادم این چند تایی نوشتم اینجا. من چون فایل ورد فرستادم براتون، چون میتونید پاکش کنید این چیزایی که اینجا هستش. لطفا بنویسید چه شاخصایی دارید که با SEU های شما مرتبط باشن. مثلا فرض کنید گرمایش شما جزء SEU ها نیست، نیاز نیست برای شاخص تعریف کنید. ولی اگه تعریف هم بکنید ایراد نداره. ولی برای SEU ها حتما باید تعریف بکنید. درست شد؟ بنابراین شاخصاتون رو بنویسید اینجا. نحوه محاسبهشون گاهی وقت شاید نیاز به توضیح داشته باشه، گاهی وقت نه، ممکن نیاز به توضیح نداشته باشه. واضح باشه که شاخص چجوری محاسبه میشه. و متغیرهای مؤثر، ENB هم یه عدده. ما خب تو این کارگاه نمیتونیم یه عدد دقیق داشته باشیم. حالا فرض کنید که یه عدد فرضی بنویسید، ایراد نداره. کارگاه رو لطفاً دوستانی که دسترسی به چی دارن، به کامپیوتر و لپتاپ دارن، اگه انجام میدن لطفاً اینو توی گروه بذارن، یکی دو تا گروه هم اگه بتونن این کار رو انجام بدن و تو گروه قرار بدن و بحث کنیم با هم، میتونه خیلی آموزنده باشه برای ما. اگه داده و اطلاعات مربوط به این کارگاه رو میخواید داشته باشی، یه سیو از بگیرید ازش و بعد اطلاعاتش رو پاک کنید که مثلا خاصی اگه مراجعه بکنید ازش راهنمایی بگیرید راحت بشید. این کارگاهی که داریم انجام میدیم بند 6.3، بند 6.4 و بند 6.5 استاندارد ایزو 5001 مطابق توضیحاتی که دادم پوشش میده. ساعت شده ساعت 1:30 و برای استراحت ماست. اگه موافق باشید ساعت 2 برمیگردیم به مدت نیم ساعت زمان در واقع استراحت داریم، نیم ساعت هم برای انجام کارگاه. لطفاً توی گروه بذارید. من این نیم ساعت رو شاید آنلاین نباشم، برم یه نوشیدنی چیزی بخورم، ولی نیم ساعتی که کارگاه هست رو برمیگردم، سر کلاس خواهم بود. لطفاً هر گونه سوالی چیزی دارید بفرمایید که من اونجا پاسخ خوب باشم. خیلی ممنون. اگه همین الان هم سوالی دارید یکی دو دقیقه من آنلاین هستم، بفرمایید که بتونم پاسخ خوب باشم. ابهامی نکته ای اگه هست جواب بدم شما.